ولی جناب تمام سیلوها را بازدید کردیم، تمام گندمها را آفت زده، اصلا قابل استفاده نیستند. مأمورین سیلوها چه میکردند؟ چرا خبر ندادن که پیشگیری کنیم؟ اینها انبارهای ذخیره هستند. سالها پیش اونها را مرموم کرده بودیم و قرار نبود قبل از آغاز قحطی با آنها کاری داشته باشیم. بر حسب اتفاق متوجه اونها شدیم. متاسفانه نمیدانستیم که گندم بیش از 2 سال دوام نمی آورد. این گندم ها که ما دیدیم 2-3 سالی هست که خراب شده، یعنی اصلا قابل استفاده نیستن؟ به هیچ وجه حالی جناب، حتی به حیوانات هم نمی توان داد، چه برسد به انسان. همه را به نیل بریزید، مردم نباید این گندم ها را ببینند. فقط مواظب باشید مأمورین حکومت متوجه نشوند. اگر یوزارسی از این ماجرا با خبر شود، همه ما را رسوا خواهد کرد. شبانه و با احتیاط همه را به نیل بریزید. گندم ها را به نیل میریزند. اینها دیوانه شدند. در این موقعیت که همه به فکر جمع‌آوری گندم هستند، این کار یعنی چه؟ فرمانده هرمهوب اجازه شرفیابی میخواهند. از تصدیه نابه هنگام خود پوزش میخواهم. مأمورین اسکله گزارش دادن که کاهنان مقداری گندم به نیل میریزند. گفتم شاید ضروری باشد که مطلع شوید. بله ضروری است، بسیار هم ضروری است. حاجب، مالک مشاور جناب یوزارسیف را نزد من بخوان. باید مردم این اقدام کاهنان را ببینند. گویا جناب یوزارسیف از طریقی می دانستند که موعد خرابی گندم ها همین روز هاست. در خدمت هم جناب فرمان را. همکنون جناب هرمهوب خبر آوردند که کاهنان گندم های معابد را به نیل می ریزند. تعدادی از مردم را فوراً به اسکله تپس ببرید تا شاهد ماجرا باشند. این بهترین موقعیت است. می‌خواهیم مردم بدانند که ارباب معابد با حاصل دسترنجشان چه می‌کنند. پیشبینی جناب یوزارسیف چه زود تحقق یافت. مالک عجله کن. برو ببینم چه می‌کنی. اینجا چه خبر است؟ شما چه میکنی؟
چرا این گندم ها را در نیل میریزید؟ شما دلسوز مردم هستین یا اینکه دشمنان مردم؟ مثل در معرض قحطی زمان وقت شما گندم ها را از بین میبرید؟ ای وای، بدتر از این نمیشد. آبروی من رفت. اون به ما رحم کند. فکر نمی کردم پیشبینی جناب یوزارسیف تحقق پیدا. برویم که دیگر نگاه های آنها را نمیتوانم تحمل کنم. برویم. همه این گندم ها کرد خورد و سیاه است. در این بحران چرا دست رنج مردم رو از بین میبرند؟ تمام گندمی که در سیلوها ذخیره کردند خراب شده و مجبورند که آنها را از بین ببرند. منتها از ترس مردم شبانه اقدام به این کار میکنند. بنگرید، گندم ها را بنگرید، اگر نه اینکه کاهنان باید خادمین مردم باشند. این است معنی خدمت. این گندم در زمان قحطی جان چند انسان را نجات میدهد. این گندم حاصل دسترنج چند کشاورز است. چقدر برای تهیه آن زحمت کشیدند. این حاصل ذخیره سازی ناگهانه است. کاهنان معبد آمون به جای اینکه به فکر مردم و خطر قحطی باشند، به فکر سیر کردن شکم خود و نابود ساختن دلسنج مردم هستند. نفرین بر کاهنان معبد! نفرین بر کاهنان معبد! نفرین بر کاهنان معبد! بازم افتضاحی دیگر. بعد از ماجرای تعبیر خواب، این دومین باریست که یوزارسیف معبد آمون را مفتضح میکند. میدانید این خسارتی که به ذخیره گندم معبد وارد شد چقدر جایگاه مردمی معبد آمون را تضعیف کرد؟ یه جنگ است. اگر یوزارسیف هم چنین اشتباهی میکرد لحظه ای مجالش نمیدادیم. آفرین، به نکته خوبی اشاره کردی. یوزارسیف از همون نقطه‌ای که ما آسیب دیدیم آسیب پذیر است. من هنوز امیدم را از دست ندادم. به مردم بگویید اگر ذخیره سازی گندم توسط معبد خطا بوده است، ذخیره سازی یوزارسیف چرا خطا نباشد؟ اگر گندم معبد در عرض 5 سال خراب شده، ذخیره در طول 7 سال که قطعا بیشتر باید خراب شود. اگر ذخیره سازی اشتباه باشد، پس چرا یوزارسیف این اشتباه را تکرار می کند؟ در این ترتیب نوک زوبینی را که یوزارسیف به سوی ما نشانه گرفته است به سوی خودش نشانه خواهد رفت. مردم زیادی آنجا مجتمع شدند.
و از این قصور معبد سخت خشمگینند و آنان را عامل نابودی دسترنج شمار عظیمی از کشاورزان و کارگران می دانند. اگر مانع نشده بودیم بسه با کاهنان نزاع هم می کردند. این بدیهی است. مردم نمی توانند نابودی دسترنج خود را ببینند. گندم در این زمان بسیار ارزشمند است. شما از این که مردم را علیه معبد آمون شورانده اید خوشحال هستید؟ چرا خوشحال نباشم؟ آمون دشمن ماست. بدیهیست که شکست دشمن ما را خوشحال میکنند. 3000 سال است که مردم مصر آمون پرستند. خیلی ها خواستند آمون را از اریکه الوهیت به زیر بکشند، ولی نتوانستند. بیشک شما هم نمیتوانید. مردم که خشمگین بودند و به ذخیره سازی گندم توسط معبد ایراد داشتند. ناگفته نماند که کاهنان هم همین ایراد را به ذخیره سازی گندم توسط یوزارسیف داشتند و ما جواب قانع کننده ای نداشتیم. من قبلا این سوال را از یوزارسیف کردم. یقین دارم او برای همه کارهایی که می کند دلیل قانع کننده دارد. باید دید چرا جناب یوزارسیف آگاهانه باعث نابودی گندم های مردم شده است. ایشان جواب سوال های مردم را چگونه خواهند گفت؟ من تردیدی ندارم که یوزارسیف اشتباه نمی کند و برای همه کارهایی که کرده پاسخی دارد. این غیر ممکن است. یعنی گندم هایی که یوزارسیف ذخیره کرده هنوز خراب نشده؟ نمیدانم و برای اهمیت چندانی هم ندارد. فقط میخواهم بدانم یوزارسیف به تپس آمده یا نه. خبری از او نیافتید؟ نه بانوی من، از او خبری نیافتیم. به تازگی به تپس نیامده بان. ایمان دارم که او به تپس بیاید و من بیخبر بمانم. نگران نباشید بانو، بیشک اگر ایشان به تپس بیاید ما با خبر میشویم و به شما اطلاع میدهیم. قول میدهیم. مطمئن باشید بانوی من، مطمئن باشید. من یوزارسیف را دوست دارم و برای رسیدن به او لحظه شماری میکنم. من باید او را ببینم. پس قصد عزیمت به منفیس را دارید؟ اگر جناب فرمان روا مرخص کنند. دل من برای یوزارسیف بسیار تنگ شده است. گزارشی از حوادث تپس به او بدهید و بگویید برای امری ضروری به اینجا بیاید. امری بسیار ضروری. بگویید جناب فرمان روا ایشان را احضار کردند. حتما به تپس بازگردند. اطاعت عالی جناب. نمیداند چه دسیسه‌ای برای او کرده ایم. نمیستابو این مسخره نیست. ذخیره سازی گندم با خوشه. یوزارسیف میتوانست به جای ساختن این همه سیلو یه سیلو بسازد و گندم پاک کرده را که به مراتب حجم کمتری میگیرد ذخیره کند و سرمایه این مردم بیچاره را این گونه هدر ندهد. چه عرض کنم؟ جناب یوزارسیف آمدند. میتوانی از خود ایشان سوال؟ سلام بر نبی خدا. درود خداوند بر تو. درود خداوند بر شما. چه شده کاهن؟ آمده گندم تحویل بدهی؟ نه نه عالی جناب، آمده از جنجال بپا کنه. میگوید چرا این همه سیلو ساخته اید؟ پاک شده این گندم ها یک سیلو بیشتر نیاز نداره. او راست میگوید. ما میتوانستیم به جای این همه سیلو با یک سیلو ذخیره سازی را انجام دهیم، اما در آن صورت به سرنوشت آخماه و بزرگ کاهنان مصر و گندم های آفت زده اش دچار میشدیم. آره، رازی که 5 سال است به احدی نگفتم همین است. رازی که خداوند به من آموخت. یعنی ما هم میتوانیم با خوشه گندم را ذخیره کنیم؟ همه میتوانیم. البته اگر فرصت ساخت سیلو و ذخیره سازی گندم داشته باشید. پس میدانستید چه زمانی راز نگهداری گندم را افشا کنید؟ تا
تو کاهن زیرکی هستی. من باید مانع سوء استفاده کاهنان و صاحبان ثروت و مکنت می شدم. خداوند مرا مأمور نجات مردم مصر از این قحطی کرده است. اگر همه می دانستن که چگونه گندم ذخیره کنم، اینک سیلوهای تپس انباشت از گندم نبود. درود بر پیامبر خدا. درود خداوند بر تو. از تپس چه خبر مالک؟ همه چیز مرتب است عالی جناب. کاهنان به شدت از شما خشمگینند. آخناتون و بانو برای دیدار شما لحظه شماری میکنند و تاکید داشتن هرچه سریعتر به تپس برگشته و به دیدار ایشان بروید. بسیار خوب میمی صابو، تو پیشاپیش به سوی تپس حرکت کن و خبر بده که ما امروز به سوی تپس میاییم. به طاعت عالی جناب. فکر کنم مطلب مهمی است که میخواهم نارا ببینند. جناب رودامون، تو باید در منفیس نزد یوزارسیف باشی. اینجا چه میکنی؟ آمدم خبر بازگشت یوزارسیف رو از سفر منفیس به جناب آخناتون بدهم. تو اینجا چه میکنی؟ من مأمور حفاظت و نگهداری از اسکله هستم. از دیدارت بسیار خوشحال شدم. تعجیل دارم همتون جناب یوزارسیف وارد تپس میشوند. گفتنی ها بسیار داره. باز میگم برام ریاض به سرعت به قصد پوتیفار برو. حد چانه به من به بانو زلیخا بگو آن کس که مورد نظر شماست امروز به تپس باز میگم. شنیدی یوزارسیف به تپس می آید از طریق نیل. من او را دوست دارم و او باید بداند زلیخا دست از طلب بر نمی دارد. این سرباز باید مژدگانی دریافت کند. با این وضع مناسب نیست. برای شما عیب است. سپاسگزارم. تمام تیامینی، حال خوشی ندارم. این بالا پوش را بردارید و به دنبال او بروید. بروید. مشاوره اعظم و صاحب مقام زرین. او معبر بزرگ یوزارسیف است. رموز یوزارسیف حکیم رساق مردم مصر. Yuzarsiz!
بر دوش برده ها سوار نشد. او آمده است تا بار از دوش مردم بردارد، نه اینکه باری بر دوش آنان شود. باری چرا میخواهید یوزارسیف را ببینید؟ میخواهید عشق خود را به او ابراز کنید؟ خیال کردید او به شما بها میدهد؟ او اینک جوان و زیبا و مقتدر است، ولی شما چه؟ اصلا فرصت کردید خود را در آینه ببینید؟ یعنی من خیلی زشت شدم؟ اگر اون مرا میدید تحقیرم میکرد، زشتی و پیریم را به رخم میکشید. همان که با تخت روان بر دوش برده هایش از کوچه های تپس عبور می کرد. می بینی عشق با او چه کرده؟ نه، یوزارسیف من این گونه نیست. او پیشگاه مرا تخیر نیست. من باز هم به دیدار او می کردم. اما نه، نباید مرا ببیند. من باید خود را ببینم، ببینم آیا هنوز زلیخا هستم. باید خود را ببینم. یار بی وفا، رسم دوستی این است؟ خداوند جناب آخناتون را به سلامت بدارد. به دنبال اجرای فرامین فرمان روا هستم. کدام فرمان روا؟ باریست که خداوند بر دوشت گذاشته، نه من. فرمان روای حقیقی اوست و اوست که تو را برای نجات مردم مصر گسیل داشته است. این عروس مهربان ما چگونه؟ سپاسگزارم علی جناب، خوش آمد. چه عجب جناب یوزارسیف دوستان قدیم را هنوز به خاطر می آورند. فراموشی رسم ما نیست، به حضور رسیده ایم که فراموش نشویم. آمدم تا پاره‌ای از مسائل جاری مملکت را به عرض برسانم. حتما مسائلی در خصوص ساختن سیلو و ذخیره گندم، یا شاید در خصوص نیازمندان و کشاورزان، و یا در خصوص کاهنان و خودکامگی‌هایشان. یک خادم جز اموری که به او سپردند کار دیگری ندارد. بیشک اینها مسائل مهمی است. مسائل جاری مصر بماند برای بعد. ما امروز برای شما خوابهای دیگری دیده ایم. ولی من از ذخیره سازی گندم، ساخت سیلوها و دسیسه های کاهنان مطالبی دارم که باید به عرض برسانم. من اطمینان دارم که شما هم از عهده امور جاری برمی آیید، هم از عهده کاهنان و دسیسه های آنان. به این امور بعداً هم می توان پرداخت. شما برای آمون و کاهنان معبدش نقشه بکشید، من و جناب آخناتون هم برای شما.
بیهوده ذهن خود را مشغول نکنید. ما تصمیم گرفته ایم تا شما را از این تجرد و تنهایی بیرون بیاوریم. پس موضوع این است. تا کنون به ازدواج فکر نکردم. من پیشنهاد میکنم از امروز به بعد حتما به آن فکر کنید. به آسنا، دختر کاموسس، کاهن یکتاپرستان، بزرگ کاهنان معبد آتوم، دختر زیبا و خوبی است. پس علت احضار بنده از منفیس این است. شما همین امروز به نزد بزرگ کاهن معبد آتون جناب کاموسس بروید و آسنا دختر او را ببینید. با این همه عجله؟ چرا که نه؟ آسنا هم زیباست هم یکتاپرست. آری. تو باید هرچه زودتر ازدواج کنی. این امر حکومتی است و باید اجرا شود. حتما علی جناب، حتما. چهره و پیشانیم را دیدم، زشت شدم. نه؟ اما هنوز وجاهت و بزرگی در چهره شما هست. یعنی یوزارسیف رغبت میکند نگاهم کند. شما هنوز مهربان و دوست داشتنی هستید بانو، نگران نباشید. یوزارسیف خیلی جوان و زیباست. او به من نگاه نخواهد کرد. 15 سال گریه‌زاری سنگ را ذوب میکنم. تو که جوانیت را برای یوزارسیف دادی. جوانیم را برای یوزارسیف دادم. ای کاش جانم را. درد من این است که او نمیداند در فراقش من چه میکشم. ای کاش میدانست. ای کاش میدانست. چهرهش معلوم نبود.
دیشب غم عمیقی در چهره ایتان مشاهده کردم. علت آن غم چه بود؟ غم دوری از پدر. ای کاش او را در کنار داشتم. نزدیک به 30 سال است از او دورم و هر لحظه روحم به سوی او پرواز میکند. مگر او کجاست؟ چرا به دیدارش نمی روید؟ یا او را نزد خود نمی آورید؟ ما اهل کنعانیم، تا اینجا 1 ماه فاصله است. بارها خواستم به دیدارش بروم یا او را از وضع خود باخبر کنم، اما هنوز زمان آن فرا نرسیده. هنوز مردم مصر به من نیاز دارند و هنوز در معرض خطر هستند. گرسنگی روح و جسم مردم مصر را تهدید میکند و من برای آنم کاری نکردم. بیمان دارم که با پرداختم به پدر و بستگانم از انجام درست وظیفه غافل شوم و مأموریتم ناتمام بماند. در نهایت چه؟ آنها پدر و بستگان شما هستند، باید در کنار شما باشند. روزی آنها به مصر خواهند آمد، اما تا آن روز درد فراق را باید تحمل کرد. نگرانم که اگر پدر را بر احوال خود باخبر کنم، پی به خطای برادران هم برده نفرینشان کند، به خصوص که می دانم هنوز بنی اسرائیل متنبه نشدند. تا اراده خداوند بر این هجران است، من نیز صبر خواهم کرد. فرمودید بنی اسرائیل؟ اسرائیل کنیه پدرم یعقوب نبی است. به من و برادرانم بنی اسرائیل نیز میگویند. گویا نبی خدا از برادران خود یعنی بنی اسرائیل گزندی دیده که از یعقوب نبی پوشیده است. میتوانم علت را جویا شوم؟ بعدن خواهید دانست. میدانم شما مردان در صندوق سینه خود رازهایی دارید که رغبتی برای افشای آن ندارید. من از پرسش بی مورد خود پوزش میخواهم. هر رازی 1 روز برملا خواهد شد، به وقتش همه چیز را خواهید دانست. سالها پیش به تو گفتم که یکی از ساحران معبد پیشگویی کرد که یوزارسیف آینده و ایمان تو را به خطر خواهد انداخت. یوزارسیف را فراموش کن. بارها به تو گفتم تو اهمیت نداری، زندگی خود را در راه یوزارسیف هدر دادی، اما چه این عشق ویرانگر را رها کن. یوزارسیف را فراموش کن، به فکر خودت باش، مواظب زلیخای من باش. حال با این غربت چه کنم؟ او یار صدیقم بود، ندیمم بود، مادرم بود. از این پس درد دل ها و سایم را با که بگویم؟ شما را با خدایان آرام باشید. تو همراه و همرازم بودی، تو را نزد خدا بردم که مونسم بایی. چرا تر کم گفتی؟ کمی تحمل داشته باشید بانی، بس کنید. درد فراق یوزارسیف که
هم بود، همه مرگ کاری ماما هم افسوده شد. خدایا کجایی؟ چرا مرده تر از کاری ماما، ساکت تر از او، فقط بر اندوه هم نظاره میکنید؟ چگونه تحمل کنم؟ همیشه چون سایه در پیام بود. بروید تابوت کاری ماما را آماده. مراقب من بود، من میخفتم و اون نگهبانم بود. آرام بخواب کاری ماما، دیگر ناسزاهای زلیخا را نخواهی شنید، دیگر غم و اندوه زلیخا را نخواهی خورد. آرام بخواب، آرام بخواب. کاری ماما، بیچاره کاری ماما، چه مظلومانه. بزرگ قصر زلیخا بود، چه شأن و شوکتی داشت. یعنی کسی در قصر نیست؟ الان نمیگم، فرصت خوبیست، باید رفت و دید. حیف نمیتونم بگرسم. آری حیف. شما بازگردید، در قصر کسی نیست.
هیچ چیزی نیست. اکنون به او چیزی نگویید، ممکن است غم او افزون گردد. اگر بعداً بفهمد ممکن است به ما گمان بد ببرد. چه شده؟ چرا اینجا ایستادی؟ خبر بدی برای شما داریم بانو. یعنی اتفاق بدی رخ داده؟ در قصر دزدی شده. چیز عجیبی نیست، حال چه دزدیدند؟ هنگام بازگشت دو جوان را دیدیم که از قصر بیرون آمده و گریختند. آنها را نشناختیم، گویی از ولگردان ساحل بودند. دیر شده بود بان، کاری از دست ما بر نمی آمد. یکی از ما باید در قصر می ماند. آره، اینجا را نباید تنها گذاشت. زر و زیور رو میخواهم، چه کنم؟ خود را برای که بیارایم؟ برای یوزار سید؟ چرا یاریم نمی کنی؟ تو مگر آمون خدای بزرگ مصریان نیستی؟
مگر من الهه معبد تو همسر تو نیستم؟ تو کی میخوایی فقط نظارگر باشی؟ یک نفر یاریم کنم. این سکوت تا کجا؟ این اندوه تا به کی؟ غم دوری از یوزر سیر اندوه مردی کنی ماما، از دست رفتن جهانیم، برباد شدن مال و مکنتم، آمون یاریم کن. شده نبی خدا؟ باز همان پیرزن را دیدم. او استمداد می طلبید، اما من نمی دانم او کیست، یعنی نمی دانم چگونه باید او را بیابم. اسرار خواب ها بر نبی خدا پوشیده نیست. اگر چهره آن زن را نمی بینی و موفق به شناختن او نمی شوی، حتما صلاح نیست. او کمک می طلبید و دست به سویم دراز کرده بود. اگر او نیازمند بود، خداوند شما را به سوی او رهنمون می شد. این نیازمند کیست؟ اهل کجاست؟ کدام شهر؟ کجا به دنبال او باید بگردم؟ خداوندا، مبادا که این بیخبری تقصیر محسوب شود و بابت هم مؤاخذه شود.